بسم الله الرحمن الرحيم. سوال شده است با توجه که از نظر احکام اسلام تمام بدنمان باید پوشیده باشد، کرم و عطر هم نزنیم، چطور می توانیم زیبا و تمیز زندگی کنیم؟ بله، این خیلی سوال است دیگه. پیغمبر ما زیبا و تمیز زندگی کردن، ائمه ما همچنین، همسرانشون همچنین، فرزندانشون همچنین، خوبان عالم تمیز و زیبا زندگی کردن، احکام مراعات کردن. کجای احکام اسلام است که عطر نزنید؟ کجای احکام اسلام اومده آرایش نکنید؟ فرموده است آرایش میکنید جلو نامحرم نرید، آرایشتون از نگاه نامحرم بپوشونید. گاهی وقتا خانم برش واجب است آرایش کنه، اگر شوهرش درخواست کرد میخواد باید آرایش کنه. کجا آرایش حرام است؟ میخواد بره مجلس زنانه، مرد نامحرمی نیست، مرد نامحرمی اون رو نمیبینه، خب آرایش کنه بره در نگاه زنها، چه اشکالی داره؟ عطر زدن کجا گفتن عطر زدن حرام است؟ مستحب عطر زدن، خوشبو بودن، معطر بودن بهتر از بوی بد عرق بدن است. که اگر همه مردم عطر بزنن، همه معطر باشن، دیگه اگه خانمی هم عطر زد بیرون آمد که عطر او جلب توجه نمی کند، نامحرم اون استشمام نمی کند، همه جا معطر است، همه معطر هستند. اما متاسفانه در زندگی ما این عطر و مواد خوشبو کننده کمرنگ است. پیامبر ما هزینه عطرشون به نسبت به سایر هزینه ها میگن بیشتر بوده است. مسجد پیغمبر یک ستونی داره معروف است به استوانت مخلقه، که گفتن ستونی بوده که بر پایه ستون خلوق دود میکردن، یعنی مسجد پیغمبرم خوشبو، لباس پیغمبر خوشبو، بدن پیغمبر خوشبو، زندگی پیغمبر تماما خوشبو، خانهش خوشبو. ما مگه همونجوری باشیم؟ همه معطر باشن؟ بله، وقتی که مردا عد نمیزنن، زنا عد نمیزنن، معطر نیستن، یه خانمی عد بزنه بیاد بیرون، عطرش نامحرم استشمام میکنه، میگن حرام است. درست هم است. بله، اما اگر خانم میخواد عطر بزنه که جلو شوهرش خوشبو باشد، عطر میزنه که بیرون میاد جلو خانم ها خوشبو باشد، اشکالی نداره. عطر رو برای نامحرم نمیزنه، عطر ملایمی میزنه که نامحرم استشمام نکنه، خودش هم خوشبو باشه، اینا که اشکالی نداره. بنابراین با همین احکام اسلام میشه تمیز و زیبا زندگی کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.